به نام خدا. سلام بچه ها، امروز براتون حل یک نمونه سوال امتحان نهایی یا امتحان پایان ترم حسابانی یک رو در نظر گرفتیم. موضوعات رو قبلا خونده باشین، قشنگ بهشون تسلط داشته باشین. امروز هم چند تا نمونه سوالی که براتون حل میکنیم میتونه شما رو با تیپ سوالاتی که برخی از معلم ها سر امتحانات ارائه میدن آشنا کنه. نمره سال امتحانیمون رو با شماره یک شروع میکنیم که از شما خواسته مجموع همه عددهای طبیعی مضرب 7 کمتر از 300 رو چیکار کنیم پیدا کنیم. رد پای دنباله چی هستش؟ حسابی. بریم محاسبهش رو ببینیم. عدد طبیعی رو میخوام تا کمتر از 300شون رو مضرب 7 رو با هم جمع کنم. اولیش مضرب 7 خود 7 است. بعدی 14، بعدی 7 تا 7 داره به سمت بالا میره، یعنی اینجا دی مطمئنم چنده؟ 7. دنبال حسابی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم میره به سمت جلو تا کجا؟ اون عدد آخری ها میخوام ببینم چقدر باقی مونده، یعنی عدد آخری رو میخوام پیدا کنم. یه کوچولو تو چک نویست این 300 رو تقسیم بر 7 کنم ببینم چی میشه، چه اتفاقی برای شما میفته. 4 7 28 1 2 1 2 7 14 6 تا باقی مونده میاره دست. این 42 هفته که راجبش داری صحبت میکنی، 42 هفته 714 یک اینجا، اینم 28 294 این 6 تا قبل از این 300 عدد آخری هست که شما راجبش داری چیکار میکردی صحبت میکردی. 294 آخرین عددیه که مضرب 7 هست، کمتر از 300 هم هست. خب مجموع میخوام، من باید تعداد پیدا کنم اینجا. اگه تعداد میخوای انتا منهای ابتدا تقسیم بر چند بود؟ 7. یه به اضافه یک نام داشتیم دیگه، اگه یا مثلا ممکنه مثلا اینجا اینجوری کار نکنی بعد یه جور دیگه محاسبه کنی، ولی بالاخره این 42 که اینجا پیدا کردی معنا داره برای شما در اصل دیگه. کلا جوابش هم میشد 42، تعدادی که شما راجبش داری صحبت میکنی. حالا اس ان فرمولش چی بود؟ ان دوم پرانتز آ یک به اضافه آ ان انتخاب میکنیم، چرا؟ چون هم اولی داری هم آخری داری. اس چند تا بود؟ اس 42 تا. میگی 42 دوم، عد اولی 7، عد آخری اونم چنده؟ 294. شما کافیه فقط اینجا ساده کاری 21 ضرب در اینجا با هم یک جمعش میکنم 301 رو محاسبه کنی و جواب برای طراح بنویسی. سال دوم، تیپی از سوالها هست که بعضی از اساتید رایج هست بینشون، به صورت جاخالی بیان میشه. شما تو این سوالها راه حل های معمولا کوتاهی داری و جواب رو فقط بر من چیکار میکنی؟ توی جاخالی پر میکنی. اینکه روش سوال حل سوال چجوری باشه دیگه براتون مهم نیست، فقط میخواد این جاخالی رو براتون پر کنی. معمولا این سوالها سوال های کوتاهی هستن. بریم ما این چهار سوال با هم دیگه کنیم تو قسمت دو مشخص شده. قسمت الف، جواب معادله رو میخواد. بدون حل هم میتونستیم ما جواب رو جوش کنیم. میدونیم که جواب این چند هستش؟ یک. ببینید دو منهای یک میشه خود یک دیگه. حالا اگه فرض کنیم شما میخوای حل هم کنی تو چک نویست، میگی به توان دو میرسونم، اونم به توان دو میشه x2، میبرم شما بر 2x2 مساوی با 2 میشه، x2 میشه 1، x هاش میشن 1 و منهای 1. منتها جواب رادیکال منفی نباید باشه، به تبع منفی که کنسلی 1 اوکی هست برای شما. جواب یک رو نوشته بودی اونجا، کار خاصی هم نداشت. بریم بعدی. دو منهای رادیکال دو افش رو میخواد، اینو خب میذارم به جای تابع، یعنی میگم که این تابع براکت اینو میذارم به جای x. دو منهای رادیکال دو به اضافه این هم چی داره؟ تایی 3. شما میگن میشه 5 منهای رادیکال دو. 5 منهای رادیکال دو تقریبا بر خود حسابش کن، 5 منهای 1 خورده میشه از 3 خورده، پس این هست تقریبا 3 خورده جزء 3 خورده چند میشه؟ 3. فهم داریم میریمسی اینجا محاسبات چک نویسی و جمع جور. تابع درجه دو کمترین مقدار همیشه تو کجا رخ میده؟ x راست. x راست رو برای خود پیدا کن. میدونی که فرمولش چی بود؟ منفی b به 2a بود، منفی b 12 دو برابر a هم 6. x راستمون 2. مقدار y رو میخواد از شما، 2 رو میذاری داخل تابع، 3 ضرب در 2 به توان 2 چند؟ 4. 12 دو تا هم 24 به اضافه 1 میشه منفی 12 با 1 میشه منفی 11. کمتر مقدار تابع میگی منفی 11. تابع درجه 2 رو به بالا. نقطه بعدی هم، سوال بعدی هم بهتر بگم که یه سوال مثلثیه دیگه. شما وقتی اینجا فرض کنیم که طول میان او ام رو میخواد، اینجا او ام باشه برای شما، از او اینجا ام، حتما این ام وسط چی هستش؟ آب هستش دیگه. ام اول برای خودت چیکار میکنی؟ پیدا میکنی. ام وسط آب جمع تقسیم دو، این دوتا رو جمع میکنم میشه 6 تقسیم دو 3، این دوتا رو جمع میکنم 6 تقسیم دو میشن 3. حالا او رو هم که داری، او ام رو برای خودت اندازش پیدا کن. رادیکال اختلاف به توان دو، اختلاف به توان دو. اختلاف این دوتا چقدر؟ 3 که به توان دوش 9. اختلاف این دوتا چقدر؟ 3 که به توان دوش 9. رادیکال 18
یعنی چند نوعش بیرون، سرادیکال دو رو برمیداری میذاری اینجا و یه سوال جا خارج رو چکار میکنی برای خودت تمامش میکنی، میریم سوال بعدی. سوال سوم، حل معادله است. خوب دقیق میشیم داخلش، میبینیم که نشانه تغییر متغیر فرج 4x به اضافه 2 که اینجا هست نشون میده که اگه اسمونو بگیرم تی یکی میشه تی دو و سری معادله چیکار میکنم؟ حل میکنم. متحواس نمره تو این تغییر متغیرها به خصوص این فرج 2 ها که راجبش صحبت میکنیم، بعضی جواب ها ممکن توی خود معادله صدق نکنه، اونا رو باید حواستون توی سوال باشه. حل رو ببینیم. خب طبق حرفی که زدیم با همدیگه فرجه 4x به اضافه 2 رو اسمشو میگیرم چی؟ تی برای خودم. پس اینو بازنویسی میکنم، این میشه تی به توان چند؟ 2، چون فرجه 2 فرجه 4 شده فرجه چند؟ 2 به اضافه 8، اینم هست تی مساوی چند؟ 20. کاش اون 20 رو می آوردم این سمت، یه معادله درجه 2 دارم. یا میتونی تجزیهش کنی یا اینکه اگه نمیتونی تجزیهش کنی چیکار کنیم؟ دلتا بگیم. فکر کنم تجزیهش را بده تی منهای 2 تی به اضافه 10 خوب باشه، چون جمعش میشه الان منفی مثبت 8، ضربش میشه منفی 20. پس دو تا تی پیدا میکنیم، از اولی تی رو پیدا میکنیم 2، از دومی تی رو پیدا میکنیم چون منفی 10. منفی 10. خب ادامه میدم، تی 2 هستش، یعنی این فرج 4 x به اضافه 2 2 هستش دیگه. یه توان 4 میرسونم اینجا میشه 16، x 2 میره اومد میشه 14، x رو پیدا کردم. کار بعدیمون اینه که شما بگی آقا اینجا فرج 4 x به اضافه 2 بشود منفی 10، جواب فرج 2 که منفی نمیشود، میرسی برای من چی؟ جواب ندارد، همون x که پیدا کردم، حل معادله 14 و تموم شد. سوال چهارم، دامنه تابع دقیق میشیم، هم کسر داره هم رادیکال. رادیکال فرج زوج باید داخلش باشه بزرگتر مساوی صفر، کسر هم که باید مساوی صفر چیه نباشه. این دوتا رو با هم دیگه جمع جور میکنیم، اشتراک میگیریم، دامنه رو بهش تحویل میدیم. از دید رادیکال شما میگی که در مورد رادیکال x به اضافه 2 وقت صحبت میکنی، x به اضافه 2 باید بزرگتر مساوی چند باشه؟ صفر. پس میشه x بزرگتر مساوی چند؟ منفی 2. در مورد دیگه وقتی راجع به مخرج صحبت میکنی میگی 3 منهای قدر x باید مساوی صفر چیه؟ نباشه. پس قدر x باید مساوی با 3 نباشه. پس x باید مساوی با 3 و منهای 3 چیه؟ نباشه. این دو تا رو با هم دیگه جمع و جور میکنم، یعنی چیکار میکنم؟ وسط میمیسم اشتراک دارم میگم. خب شما میگی دامنه از منفی 2 به بالا که اتوماتیک بار منفی 3 توش چیه؟ کنسله. میمیسم از منفی 2 به بالا 3 توش نباشه. خود منفی 3 اتوماتیک بار توی این بازه چی هستش؟ کنسل شده است دیگه. من دامنه رو پیدا کردم و تمام شد. سوال پنجم، اف ایکس داده شده رادیکال ایکس، جی ایکس 1 بر ایکس منهای 2، از شما دامنه و ضابطه اف اوج رو میخواد. تعریف دامنه اف اوج رو ما مینوشیم، دامنه ها رو هم قبلش پیدا کرده بودیم، تو اون تعریف جایگذاری میکردیم و محاسبات رو انجام میدادیم. بریم ببینیم. اول دامنه اف رو پیدا میکنیم با هم دیگه. ببینیم رادیکال بزرگتر مساوی 0، پس نتیجتاً دامنه اف میشه برای شما بازه 0 به بالا. اینجا که میگی x منهای 2 مساوی با 0 نباشه، پس x باید مساوی با 2 نباشه، دامنه g برای شما میشه همه چیز منهای چند؟ 2. این قدم اول. تعریف این دامنه هم نوشته محدوده از x به طوری که x متعلق به دامنه چی؟ g. f g x بود دیگه، اینجا بنویسم f g x بود، x باید اول تو g میشه، پس کل این باید داخل f مینشست. پس میگم در ادامه خود جی ایکس باید متعلق به دامنه چی باشه؟ اف. مصیبا محدوده از ایکس ها به طوری که ایکس متعلق است، دامنه جی اونجا دارمش، آر منهای چند؟ 2. حالا خود جی رو میرسی، اینو میرسی، میگی 1 به روی ایکس منهای چند؟ 2 متعلق به دامنه اف. دامنه اف یعنی از صفر به بالا. میمدیم میگفتیم این تیکر نیار داریم بچه کاری باش نداریم، محاسبه رو متمرکز میکردم روی اینجا، محاسبه رو اینجا. معنیش اینه که 1 بروی x منهای 2 باید بود تمام شد چند باشه؟ 0. خب این کس صورتش که من مطمئنم مثبته، مخرج گیریم دیگه، مخرج باید حتما چی باشه؟ بزرگتر از 0 باشه، مساوی با 0ش برداشته میشه حتی توی مخرج دیگه. می x باید از 2 چی باشه؟ بزرگتر باشه. خب در کل میگه آقا این برابر است با چی؟ از 2 بیشتر 2 هم نباشه. خب گفتی 2 نباشه دیگه، تموم شده است دیگه. میگی از باز 2 تا مثبت بینا به عنوان دامنه اف او جی نمایش داده میشه. این تمام. ضابطه اف او جی رو هم میخواد، اف او جی ایکس میمونم چه حرکت میکردم؟ جی رو هم داشتم میزنم داخل اون، پس میشه رادیکال ایکسش رو این میذارم، 1 تقسیم بر ایکس منهای چند؟ 2. دامنه اف او جی رو پیدا کردیم. سوال ششم،
FX داده شده و گفته F دو پیدا کن. دقیقه میشه توی FX میبینی که یک هم تو ضابط بالایی تعریف شده هم تو ضابط پایینی. منطقا این نباید تابه باشه، نباید X تکراری به شما میداد. حالا که اینا تکرار کرده پس باید خروجی هاشون هم چی باشن؟ یکسان باشن. از همینجا که میگم خروجی هاشون باید یکسان باشن، میتونم این R رو پیدا کنم، این کارم انجام میدم برات، بعد میام برات F چی حساب میکنم؟ F دو ها رو حساب. خب پس حرفمون چی شد؟ F1 هم بالا تعریف شده هم پایین. بالاخره F1 چه ضابطه بالایی چه ضابطه پایینی باید یکسان باشه. F1 از این بالا میشه آی به اضافه 2. به جای یک گذاشتم چند یک. اینجا وقتی به جای x میذارم یک میشه یک به اضافه چقدر 2 آ. یه جابجا میکنم اینو میارم این سمت میشه یک، آ رو میبرم بر آ میشه چقدر برابر است با چند یک. آ رو پیدا کردی چند یک برای خود. تموم شد. پس من اینجا F2 میخوام ازت، منظورش F چی هستش؟ 2 1ه. یعنی F2 هستش. F2 از کجا حساب میشه؟ F2 ضابطش میشه ضابط بالاییه. X به اضافه 2 که البته A X به اضافه 2 این A رو پیدا کردیم چند؟ 1. 2 میذارم داخلی میشه 2 به توان 3 به اضافه 2، 8 به اضافه 2 مساوی 10، خروجی بازم تمام. سال هفتم. نشان دهید این تابع FX X - 2 به توان 2 برای X بزرگتر مساوی 2 چی هستش؟ وارون پذیر است. شکل را از خونی سری و سه میتونی بهش بفهمونی چی هستش؟ وارون پذیری. سپس ضابط وارونش هم براش بخون پیدا کن. این کار انجام میدیم. شکل رو براش رسم میکنیم. میان میگیم که آقا جان این FX که شما میخوای پیدا کنی نیاز به نقطه یابی داره. نقطه یابی دم دستی هم براش انجام میدم. دو میدم. نقطه حساس. دو بدم دو میدم دو سه چند سه. یه دنه بعد دو نقطه میدم سه. سه میدم چند یک. میدونم قبل دو نوبت عدد بدم ولی اگه عدد بدم یک بدم دوباره جواب چند نمیاد؟ یک. این شکل رو حدودی براش رسم میکنم. ببین دو صفر اینجاست، رسم سهمیمونه دیگه، نقطه حساس که به تمام دو خوده سه یک. یه همچین شکل رو شما میخوای به طراح بگی هست، این نقطه چینه رو براش میکشی. شکل از کجا بعد میخواد دور بعد، یعنی این وریه رو براش چیکار کنم؟ هایلایت میکنی، پرش میکنی که بگی این شکل من هستش، این من هست. بعد توضیح می‌نویسی براش که چی؟ آقا تابع در ایکس های بزرگتر مساوی دو چی هستش؟ یک به یک هست. چرا یک به یک هست؟ چون خطای افقی یه جا بشه قطع نمی‌کنه. پس چی هستش؟ پس وارون پذیر است. حالا می‌خوام ضابط وارونش هم براش پیدا کنم. میرم وارد گام بعدی میشم. گام بعدی شما باید چه کنی براش؟ وارون حساب کنید. y مساوی x منهای 2 به توان چند؟ و بعد x رو چیکار کنم؟ تنها کنم. اولین قدم جذر میگیرم. رادیکال y مساوی قدر مطلق x منهای چند؟ 2. حالا چون گفت x های بزرگتر از 2 اینو مثبت خارج میکنم ازش. میشه x منهای چند؟ 2. این 2 رو بفرستم ور x تنها میشه. رادیکال y به اضافه چند؟ 2. تا به وارون رو مدعی میشم که برابر است با رادیکال x به اضافه 2 به جای y x گذاشتم. شرطم براش تعیین میکنم. این تاوارونی که شما راجبش صحبت میکنی اینجا تو قبل از این دامنش رو به شما گفته بود که از کجا بالاست؟ از دو بالاست. بردش چی هست؟ طبق شکل شما رسم کردی برد از صفر به بالا برد میشه. اینجا میشه از صفر به بالا. این بردی که اینجا داری تو برای من تعیین میکنی از صفر به بالا، برای اون میشه چی؟ دامنه. پس اینجا میرسم x متعلق است به بازه از صفر به بالا. این هم دو نقطه که این تعریف رو کردم. شکل رسم کردم. ادعای کردم تا وارون پذیر هستش. بعد رفتم تا وارون رو براش پیدا کردم. سال هشتم مربوط به لوگاریتم هستش. حاصل عبارت میخواد. بعدیش هم که معادله لوگاریتمی هستش. اولا حاصل عبارت میبینید توان لوگه. قوانین توان لوگ یادتون هست؟ و در ادامه وقتی داریم معادله لوگاریتمی حل میکنیم باید حواستون باشه معادله لوگاریتمی که حل میکنید داخل لوگاریتم همواره چی باشه؟ مثبت. یعنی x به دست اومده رو یه کنترل کن ببین داخل لوگاریتم مثبت میکنه یا مثبت نمیکنه. بریم اول از قسمت الف شروع کنیم. قسمت الف رادیکال 10 به توان لوگاریتم 8 به اضافه لوگاریتم چند بود بچه‌ها؟ 2 بود. اینجا اون وارد لوگاریتم وسطش به اضافه افتاده، ما چیکار میکنیم با هم دیگه؟ ضربشون میکنیم. این رادیکال 10 به توان لوگاریتم 8 دوتا، شما فهمید چند تا؟ 16. این ده یعنی معناش 10 به توان چند هستش؟ 1 دوم. اینجا هم لوگاریتم چند دارین؟ 16. 1 دوم میشه برد رو توان این، یعنی نوشت 10 به توان لوگاریتم 1 دوم 16 به توان 1 دوم بنویسم چند؟ 4 دیگه ضرب دیگه. مبنای این دهه وقتی این دوتا با هم یکی میشدن جواب میشد اون بالایی، یعنی جواب من میشم چند؟ 4. و سال تموم شد. مثال بعدی. قسمت بعد لوگ وسطش منها نشسته. اول این توان ببرم بالا، یعنی میرسم لوگاریتم x2 به اضافه 1 منهای لوگاریتم چند؟ x2 مساوی چند؟ 1.
وسط مین هاست می نویسم لگاریتم x2 به اضافه 1 بروی x2 مساوی چند 1. مبنارم ریز می دونم که چند دهه. پس x2 به اضافه 1 بروی x2 باید مساوی 10 به توان 1 10 باشه دیگه. ترم استم می کنم. 10 x2 مساوی x2 به اضافه 1. 9 x2 1. x2 میشه 1 نهم، x هم دارم پیدا میکنم 1 سوم و همچنین منفی 1 سوم. منتها منفی 1 سوم قابل قبول نیست، 1 سوم قابل قبول. دلیل منفی 1 سوم داخل لگاریتم چیکار میکنه؟ مثبت نمیکنه درست دیگه. پس به خاطر اینکه اینجا باید x بزرگتر از 0 باشه، این جواب برای شما قابل قبول نیستش. اما 1 سوم همینجا رو مثبت داره، همینجا رو مثبت داره و جواب شما هست. سوال بعدیمون نمودار رسم کرده سه تا و سه تا هم ضابطه داده، گفته کدوم به کدوم مربوط هست. این رسم نمودار قسمت الفش یه تابع نمایی شما داریم. تابع نمایی منفی یک دوم به توانی به اضافه چند یکه. خب این تابع نمایی باید یه مجرم چیزش باشه افقی. این هم مجرم افقی داره، اینجا هم مجرم افقی داره. این فرمش باید چی باشه؟ نزولی باشه یا صعود؟ نزول یه منفی هم خورده، استاد چیه؟ صعود. گزینه گزینه چند یک؟ الف مبه گزینه چند یکه. بعد صفر هم بدم عدد به توان صفر میشه یک، منفی یک به اضافه یک میشه صفر. یعنی صفر بدم صفر از این مبدا هم چی میشه؟ رد میشه. پس مسلم الف مبه گزینه چند یک هست. بریم بعدی. لگاریتم باید مجرم قائم داشته باشه. مجرم قائم داشته باشه چی اینجا صفر میکنه؟ یک. یک بعد مجرم قائمش باشه. پس سریوستر میگم این گزینه 3 مربوط به قسمت چی هستش؟ ب هستش. بعدی 2 به توان x منهای 1 یه مجرم افقی باید داشته باشه که ببینید تو قسمت 2 مجرم افقی رو داریم میبینیم دست دیگه. بس 0 هم بدم میشه 1 دوم، این بغلش نمیشه 1 دوم. 1 هم بدم 2 به توان 0 1 میشه اینجا. فرمش هم چون 2 بیشتر از 1 فرمش هم چی هستش؟ صعودیه. همین قرائن میگه که پ مربوط به قسمت چی هستش؟ 2 هستش. شکل رو قشنگ بهش معرفی میکنیم. پ مربوط به قسمت 2، ب مربوط به قسمت 3، شماره الف هم مربوط به قسمت چی؟ 1. و میری سوال بعدی. سوال شماره 10 مون. اولین سوال مثلثات حساب میشه. چه مدت طول میکشد تا عقربه دقیق شمار بنزه 5 پی سوم رادیان طی کنه؟ خب یک عقربه رادیان شمار یه دور کامل که 2 پی هست تو چه مدتی طی میکنه؟ یه تناسب ساده شما رو به جواب میرسونه. چجوری؟ مصیبا من اون زمان رو دارم بحث میکنم، بعد راجع به چی؟ زاویه میخوام صحبت کنم. یه دقیقه شمار که شما داره میشه صحبت میکنه یه دور کامل تو چند دقیقه میزنه؟ 60 دقیقه. پس زمان من بر حسب دقیقه دارم میرسم. 60 دقیقه طول میکشه که تا یک دقیقه شما طی کامل دوره داشته باشه. تو چه زاویه رادیانی؟ میگه 2 پی رادیان چی بود؟ یا بهتر بگم که یک دایره چقدر بود؟ 2 پی رادیان بود. من زمان رو میخوام به شرطی که شما چقدر؟ 5 پی سوم رادیان طی کرده باشه. خب پس کافیه که فقط تیو موقع بگونی ضرب در این تقسیم بر این کنم. یعنی 5 پی سوم ضرب در 60 تقسیم بر چند؟ 2 پی. اینجا کافی بود من این 2 رو پی رو با این پی میزدم. یه دونه اینجا چند دارم؟ 2 دارم. اینجا میشه 300 سوم، یعنی 100 پی، 100 خالص. صد خالص میشه برای شما 50. 50 چی بچه ها؟ دقیقه. سوال بعدی بازم مرتبط به مثلثات. تانژانت تتا رو داده 12، حاصلی همچین عبارت خواسته. این پایین کوسینوس 2 پی منهای تتا است. بعد به صورت گزینه مطرح کرده که شما حاصل راحت‌تر بتونید گزینه‌ها تشخیص بدید. بر من دقت کنی حذفیات اینجا خودش رو قشنگ داره نشون میده. حذف پی، حذف زوج پی، حذف مزارع پی و حذف پی دوم. حذف منفی اینا هم شاید این وسطا باشه. حاصل رو شروع میکنیم. عبارت موسیس با سینوس پی هست میشه همون سینوس تتاست. پی به اضافه یه خورده بیشتر رو به سوم، رو به سوم سینوس منفی منفی میذارم. بعدی پی دوم میخوام از کنم جنس عوض میشه، میشه سینوس تتا. سه پی دوم این هیچ چیز دیمی سفتاد من رو به سوم میفته، رو به سوم کسوس منفی با این منفی بغل دستش مثبت. بیام پایینی پی دوم دوباره هست میکنم جنس عوض میشه کوسینوس تتا. پی دوم به اضافه رو به دوم، رو به دوم سینوس مثبت که اینجا مثبته تأکیدی. دو پی هست میشه بدون قید و شرط، کوسینوس منفی داخلش هم هست میکنه، اونم میشه پس فقط یک کوسینوس چی؟ تنها. جمع جور کنم بالا فقط یه تک سینوس تتاست، پایین هم میشه چی؟ 4 کوسینوس تتا. مصیبا سینوس تقسیم بر کوسینوس میشه چی؟ تانژانت تتا. پایین هم اینه چی داری؟ 4. تانژان تتا رو به شما داده بود 12. 12 چهارم خروجی 3.
سوال 12 حاصل عبارت رو میخواد. 5 پیش سوم 11 پیش سوم زاویه هایی که معروفن رگه های پیش سوم پیش ششم توش دیده میشه هم خانواده ها. آ رو حساب میکنین. موسس خطی کسری سینوس پیش سوم. سینوس پیش سوم ذاتاً چقدر رادیکال 3 دوم هستش. مثلا 5 تا پیش سوم 5 تا 60 درجه. چقدر 300 درجه. روبه 4 روبه 4 سینوس منفی یه منفی میذاری بغل دستش. تیک بعدی. کوتانژانت پیششم ذاتاً رادیکال چنده؟ 3 هستش. پیششم 3 درجه. اما 11 تا 30 درجه 330 درجه روبه 4 کوتانژانت روبه 4 منفی یه منفی هم بغل دستی. این تمام. بیام پایینی. 2 ضرب داره. پی سوم کوسنوسش 1 دوم ذاتاً 1 دوم 8 تا پی سوم 8 تا پی سوم البته میشه 6 تاش کنسل چون 6 تا پی سوم میشه 2 پی کنسل پس 2 پی سوم شماره 2 پی سوم 2 پی سوم معنای 2 تا 60 درجه است ربع چندم دومه ربع دوم کوسینوس منفی داریم این یکی پی ششم ذاتن سینوسش چقدر 1 دوم هستش 1 دوم 5 تا پی ششم 5 تا 350 ربع دوم سینوس چیه مثبت جمع جور میکنم این که میشه منفی 1 با این میشه منفی 1 دوم خروجی مخرج صورت منفی 1 دوم با این منفی 3 سوم میشه منفی چند 3 دوم رادیکال 3 منفی کنسل دوم هم کنسل خروجی شما 3 رادیکال 3 سال 13 بازم دو قسمت بیان شده الف و ب مقدار عددی عباره است سینوس 3 x کوسینوس 2 x به اضافه 2 سینوس کوسینوس همینجا 2 سینوس کوسینوس میبینم میفهم ماجرا چی هستش ضرب داره کوسینوس 2 x 3 x به ازای پی 15 هم میخواد این 2 سینوس کوسینوس همان سینوس چی هستش 2 x این کمکت خواهد کرد الف و انجام میدم بعدش هم که رسم دیگه یکی به اضافه کوسینوس منفی x میخواد این منفی چی میشه برای شما داخل کوسینوس حذف میشه پس این حذف میشه کوسینوس من بلدم رسم کنم این یکی هم یه واسه که میبرم بالا و تحویلش میدم تموم شده است دیگه بریم اول قسمت الف 13 قسمت الف حاصل رو میخواد اینجا سینوس 3 x بود کاری باش نداشته باشم کوسینوس 2 x هم کاری باش ندارم به اضافه این سه تا دو سینوس کوسینوس رو من گفتم چی میبینیم بچه ها؟ سینوس 2x میبینیم ضرب در کوسینوس 3x حالا یه بار دیگه میخونمش سینوس کوسینوس کوسینوس سینوس برعکسش برای 2x و 3x این همون فرمول سینوس آلفای به اضافه بتا هستش یعنی سینوس 3x به اضافه 2x هستش که میشه کلن سینوس 5x حالا وقت عدد گذاریه 5 x رو قرار چی بذارم؟ پی 15 5 با هم ساده میشه سینوس پی سوم سینوس پی سوم میشه رادیکال 3 دوم و تمام بریم بعدی وقتی خوب دقت کردیم تو دیدیم که منفی داخلش هست کوسینوس هم که چیکار میکنه منفی رو حذف میکنه پس ایگری که شما میشه 1 به اضافه کوسینوس x این مدلیه خود کوسینوس x رو براش رسم میکنیم کاد یه همچین حالتی بود اینجا هست 2 پی اینجا سقفشون هم یک بود کفشون هم چند بود؟ منفی یک این برای ایگرگ مساوی به کوسینوس چی بود؟ ایکس بود شما کافی به خاطر یک یه واحد شکل بکشی به سمت چی؟ بالا یک واحد بالاتر پس میاد روی چند؟ دو اینجا هم میاد روی صفر و اینجا هم دو یه همچین شکلی برای شما اینجا ایجاد میشه دیگه اینجا دو پیه اینجا هم چند بود؟ پی بود این هم که صفره تموم شده است دیگه این محور تقارنش هم میفته این وسط در است دیگه سلا اینجا هم از شما میفتاد پی دوم این نقطه هم چی بود؟ سه پی دوم شکل یه باید بردیم به سمت چی؟ بالا محور ایکس و محور ایگه هم بهش تحویل میدیم و تمام سوال 14 ها مربوط به حد تابه هستش یه نموداری برای شما رسم کرده و توی 4 قسمت از شما حدهای نقاط رو خواسته باید تو شکل دقیق بشی مرز رو مشخص کنی نیاز باشه از چپ و راست به اون مرز چی بشی نزدیک بشی قسمت الف میگه x به سمت چی منفی 1 خب این منفی 1 نقطه ابتدا هستش برای نقطه ابتدا میگفتیم حد وجود ندارد دلیلم میبافتیم میگیم در منفی 1 حد وجود ندارد به خاطر اینکه همسایگی محذوف منفی 1 تعریف نشده است این از این قسمت ب قسمت به از شما حد x بسیم یک چپ رو میخواد یک مرزش اینجاست از سمت چپ نزدیک میشی به چی میرسی؟ به ایگرگ صفر پس جواب قسمت به میشه برای شما صفر قسمت پ رو ببینیم بچه شما x به سمت یک چی میخواد از شما؟ x به سمت یک راست همینجا یک مرز میذارم برای شما دوباره
از سمت راست نزدیک میشم به ایگرگ یک میرسم، میگم جواب قسمت پی هم برابر است با یک. قسمت ت ایکس به سمت یک، خود یک رو وقت صحبت میکنم، من از راست به هم از چپ، دقیق کنید از راست و چپ به یه جا نمیرسه، پس میگم قسمت ت حد وجود ندارد. سوال 15 هم حد توابع رو در صورت وجود میخواد محاسبه کنی. حد هایی که معمولا یک دوتاشون به 0-0 منجر میشن، شما باید حد 0-0 رو محاسباتش رو بلد باشی. 15 قسمت الفش رو چک میکنیم با هم دیگه، یک رو قرار میدم، مخرج که صفره، دو به اضافه 3 منهای 5 هم میشه صفر، کلمه مبهم هم مینویسم براش، عامل مبهم x منهای که همین الان تو مخرج از صورته که باید جمع و جور کنم برای کنم. این 2x منهای 5 رو یه با به اضافه استرادیکال x با هم میگیریم، اینجا هم x منهای 1 x به سمت 1 ضرب در مزدوج میکنی، هم بالا هم پایین، هم بالا هم پایین ضرب چی میکنه؟ ببین این آ به اضافه B، یعنی 2x منهای 5 رو منهای استرادیکال x ضرب میکنی، همینجا 2x منهای 5 رو منهای استرادیکال x هم توی مخرج ضرب میکنی، هم برای صورت هم برای مخرج. هدفت از این کار اینه که اینجا اتحاد مزدوج درست بشه، این اولیه به توان 2، 2x منهای 5 به توان 2، منهای دومی به توان 2 یعنی چند؟ 9x، این 9 این هم توان 2 استرادیکال رفت، اتحاد مزدوج بالا رو اجرا کرد، پایین هم که اینا میمونن دیگه، دارم برای خودم کشیک میکشم که چه اتفاقی بیفته بتونم این x منهای رو یه جوری کنسل کنم. کافیه تادین رو باز کنی برای من، کافیه تادین رو باز کنی، یه خوردم سرعتی این کار انجام میدی، میتونی برای توی چک نویس برای خودت محاسبات رو انجام بدی، ولی خب حالا اینجا این کار رو انجام میدی، این پرانتز اینجا بسته است، این پرانتز جا باز بود، این بمون. محاسبات رو توی چک نویس انجام میدم، این گوشه نکنی، اولی به توان 4x تو دو برابر این در این میشه 4 5 منهای 20 x، این دومی به توان دو هم به اضافه چند 29 25 منهای چند 9 x، پس این میشه 4 x دو منهای 29 x به اضافه 25. مطمئنم یه تجزیه x منهایی که از توش در میاد، بعد چون درجه 2 خیلی هم سریع همین جواب میدم، این 4 x دو این x حتما اینجا چند دارین 4 x، تهش 25 اینجا منهای که منهای 25 هم اینجا دارین، این x منهای یک رو میذارم، میتونی یه تقسیم بالا رو استفاده کنی ولی خب نیاز نبود، حالا توش یک میذارم، 4 منهای 25 صورت منفی 21، پایینم یک بذارم میشه 2 منهای 5 منهای چند 3 منهای 3 منهای 3 منفی 6 منفی کنسل به 3 هم ساده 7 دوم خروجی محاسبش. قسمت B حد صفر قرار میدم، صفر صفر رو واضح خودشون نشون میده، مبهم کسون صفر یکه، یکه منهای یک صفر، پایینم که صفره، اینا رو اگه یادتون باشه تو چی ضرب میکردیم؟ توی مزدوج ضرب میکردیم، اینجا مینویسم برای تر را کسونس 2x، پایینم یک به اضافه کسونس چی؟ 2x، که چه اتفاق بیفته x به سمت صفر؟ شما بگی اینجا x2 این یک به اضافه کسونس 2x بماند، پایین بالا میشه یک منهای کسونس به توان 2 میشه سینوس به توان 2 2x، بعد میاد توی ادامه این دوتا رو با هم سینوس 2x به روی x رو توی پرانتز میذاری به توان 2 ضرب در این تکه کسونس 1 به اضافه کسونس 2x رو جدا میذاری کنار، x به سمت چند؟ 0، طبق سنده کتاب اینجا میشه چند؟ 2، 2 به توان 2، اونجا رو هم 0 میذارم کسونس 0 1 1، اینجا 4 داری، پایینم 2 داری، 4 دوم 2 خروجی شماست. قسمت بعدی منفی 1 رو قرار میدم داخل تابه، منفی یک وقتی بالا میذاری میشه بالا یک، یک منهای یک صفر، اینجا منفی یک میذارم میشه دو منهای دو صفر، دنبال عامل پا هم رادیکال هم وجود داره، ضرب در مزدوج سریع خودش رو نشون میده، مونده قبل از اینکه ضرب در مزدوج کنیم اینجا هم یه دو ایکس میشه فاکتور گرفت، ایکس به اضافه یک همون عامل پا هم ایکس به سمت منهای یک خودش رو نشون میده. خب بالا رو ضرب میکنم در مزدوج، در چی؟ آ منهای به، شما یه رادیکال آ به اضافه به هم بالا و هم پایین ضرب میکنی براش، این اتفاقی که پایین میفته چیه؟ میگی 2 x هست و x به اضافه 1 منتظر حذفش هستم در رادیکال x به اضافه 2 به اضافه 1 بالا اتحاد مزدوج، اولی به توان 2 رادیکال میپره، دومی به توان 2 هم چند؟ 1، x به سمت منفی، اینجا میشه x به اضافه که این x به اضافه 1 پایین x به اضافه 1 کلا حذف میشه، چیزی که برای شما میمونه بالا صورت یکه، پایینم x رو باید منفی یک بذاری، دو تا منفی یکی میشه منفی دو، اینجا منفی یک بذارم میشه یک به اضافه چند؟ یک،
2 2 تا 4 منفی 1 4 خروجی محاسباتی شما. سال شماره 16 در تابه مقدار A رو میخواد تا تابه پیوسته باشه. نقطه حساس نقطه چی هستش؟ 2. من کافیه تو 2 بررسی کنم حد راست حد چپ مقدار تابه برابر با چقدر میشه و باید اصلا با هم مساوی بشه تا این پیوستگی رخ بده. این وسط A رو پیدا میکنم. نقطه حساس پس چی شد؟ 2. راجع به 2 صحبت میکنیم. یه بار لیمیت x به سمت 2 راست میگیرم، یه بار لیمیت x به سمت 2 چپ میگیرم، یه بارم f 2 رو براش حساب میکنم. 2 راست ثابتش اینجاست، a براکت x به اضافه 1 از 2 بیشتر 2 یه دهم جز صحیح براکت 2 به اضافه 1، پس شما اینو 2a به اضافه 1 اینجا داریم. این بماند. 2 چپ میره بالایی، حد x2 منهای 2x پایین x منهای 2 که 0 0 رومش واضحه. من یه x فاکتور بگیرم اینجا هم x منهای 2 با این x منهای 2 راحت داره حسابیات انجام میگیره. حد x میمونه x به سمت چند؟ 2. اینجا هم کاش یه لیمیت مینوشتم که از زیر دستم در نره، چون بعضی ما نمره کم میکنه ازش دیگه. 2 رو میذارم داخل این، جواب چنده؟ 2. خود f2 رو مستقیم بعد اینجا بذارم که میشه همون 2a به اضافه 1. بالا پایینه با هم چی هستن؟ یکسان هستن. و این پیوستگی مستلزم اینه که شما 2a به اضافه 1 با این 2 چی باشه؟ برابر باشه. پس 2a باید برابر با 1 باشه. a رو پیدا میکنی چند؟ 1/2 توی سوال. و بالاخره شماره 17 تابع x به روی جزئی x به روی براکت x رو گفته در همسایگی صفر تعریف شده یا نه. دقت کنی میبینید که دامنه، اونم دامنه تابع کسری که رگوشای کار شما هست. خب جز صحیح توی مخرجه، مخرج باید مساوی صفر نباشه. یعنی من میام میگم آقا برکت x مساوی صفر نباشه، اون وقت باید بگم x باید متعلق جز صحیح چه چیزای صفر افرادی که بین صفر تا 1 هستن باید تو بازه صفر تا 1 چیه نباشه. یعنی من پیش خودم میگم اینجا 0 1 ناحیه ممنوعه من اینجاست، اینجا ناحیه ممنوعه منه. پس کجا رو میخوای؟ میگه x باید از منهای بینهایت تا صفر باز به همراه یک بسته، یک بسته تا مصرف میمن باشه. یعنی جایی که میخوای تو دست این بره، ببینید اینجا و این هم بره. این خالی پرش و پره خالی شد دست دیگه. قرمز ناحیه ممنوعه تو بود. خب صفر اگه خوب دقت کنین سمت چپ تعریف شده است ولی سمت راست همسایگی راست اصطلاحاً چیه نداره. پس میگم در x مساوی صفر به خاطر این دامنه همسایگی تعریف نشده است. چرا؟ چون همسایگی سمت راست رو نداره برای خودش دیگه، دامنم جز اون چرایی حساب میشه. ببینید بچه ها امتحانات نهایی هیچ کاری نداره، کافی شما فیلم های قبل رو دیده باشین، قشنگ مطالعهشون کرده باشین. بسیاری از سوالات نهایی و بسیاری از تست هایی که شما در آینده با اون مواجه خواهید شد توی این فیلم ها جلوی روی شما بوده.